در اون زمان اگر عالمی تون صحبت میکرد انتقاد میکرد، اگر شیعه بود فوراً به پیشانیش مهری میزد که این اجنت ایران است. اگر سنی بود میگفتی از پاکستان است، جاسوس است، تروریست است. در حالی که یک عالم دین وظیفه دارد باید دستورات شریعت پوست کنده بگوید. و ما این حق را به خودم میدهیم و امارت اسلامی هم حتما این حق را به علما داده که گاهی که در مواردی از اعضای امارت کوتاهی میشه، اشتباهی میشه، یا خدای نخواسته یک حرکتی که تعمدم در کار باشه باید انتقاد صورت بگیرد. خفه کردن صدای اعتراض کار درستی نیست. علمای حاضر در محضر و هیئت رئیسه مجمع علما و متنفذین، وکلای گذر، جوانان، ارباب رسانه ها، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از اینکه این جانب مسئولیت ستاد برگزاری را به عهده داشتم، تمام کمبودها و نواقص و سایر مسائلی که در این جلسه در خور شأن شما بزرگواران بوده مرا ببخشید و عفو کنید. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، که این از صفات مؤمنین عفو است. ما از شما معذرت میخواهیم در این رابطه. صحبت بسیار کافی و صحبت همه جانبه از بزرگواران صورت گرفت و هر کسی از این بزرگواران به نوبه خود در رابطه با اصلاحاتی که باید در جامعه بیاید، زدودن منکرات و بست و نشر معارف اسلامی و شریعت غرای محمدی صلی الله علیه و آله و سلم صحبت همه جانبه شد. اما میرسیم به یک دسته هایی که باید کم کم یک نتیجه از این مجلس بگیریم و مجری محترم برنامه گفتن شما جمع‌بندی کنید. متاسفانه بعضی از حوادث همگاهی در ذهن انسان فشار میاره و باعث میشه که او صحبت لازم صورت نگیره. من در امی ساعات اخیر کسی آمد خبر داد که در برچی سنتر یک انفجاری در امی لحظات صورت گرفت. خدا کنه که تلفاتی نداشته باشه. دشمنان اسلام و قرآن همیشه در تلاش بوده تا با حرکات مشکوکشان تبعیضات قومی و سمتی و مذهبی را برجسته بسازد و در صدد ایجاد شکاف و تفرقه بین حکومت و ملت هستند و یا به نام قوم و سمت میخواهد بعضی از حرکتها را جهتهای مذهبی بدهد و جهتهای قومی بدهد. خب این نقشه های شوم دشمن امیدوار استم با اتحاد و صمیمیت و همبستگی و به قول قرآن کریم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا نقش براب شود و ملت مسلمان افغانستان بار دیگر از آزمون بلند سر بلند به در آید. مقدمه طولانی نشود. بحث امروز، موضوع امروز در رابطه با زدودن منکرات و مخصوصا مبارزه با بدحجابی بوده. ما به حجاب در این کشور شاید نداریم یا بسیار کم باشه. به حجاب، فرق بین به حجاب و بدحجاب باید گذاشته شود، چون بدحجاب گاهی زمینه های گناه را نسبت به بی حجاب بیشتر فراهم میکنه. کسی که بی حجاب است دیدن هر چشم انسان از او متنفر است، اما انسان های بدحجاب یک عده چشم ها را به سوی خود جلب میکنه و زمینه فساد اجتماعی را فراهم میکنه. ما در این مسئله طوری که بزرگان صحبت کردن هیچ بحثی نداریم. فرمایش پروردگار متعال در قرآن است، فرمایش اسلام است، قانون دین مبین اسلام است. رعایت حجاب در جامعه قانون است، فرمایش پروردگار متعال است. این نیاز به مشکافی و صحبت و آیات زیاد خواندنم نداره، واضح و روشن. هر منکری شاید را قبول کنه که بله بحث حجاب در قرآن مقدس هست و قبول داره. اما بحث اینجاست بزرگان، علما، ائمه مساجد روش مبارزه با بدحجابی را چگونه به پیش بگیریم که هم مردم آزرده خاطر نشود، هم سوی تفاهم به بار نیاید، هم یک عده ذهنیت ها علیه امارت و حکومت نشود و هم اصلاحات به وجود بیاید. هنر و هنرنمایی اینجاست. حالا ما اگر بیاییم یک طرفه صحبت کنیم
شاید یک صورتی بسیار غیر مناسب به خود بگیره. این را هم باید اذعان کنیم که هر حکومتی با شمول امارت اسلامی نقایص کار خود را دارد. الانسان لا یخلو عن السحو و النسیان و شک و سایر موارد. اشتباه به همین جهت ممکن نه تنها در مورد این مسئله بدحجابی، در سایر امور از طرف مجاهدین هم گاهی در حوزات مختلف یک حرکتی انجام بگیره که او مناسب رویش جامعه و فرد و گاهی شاید خلاف شریعت هم باشه. نوامیس ملی به عزت و شرف مردم، به عنعنات مردم هم احترام گذاشته شود و ای را هم امارت اسلامی افغانستان بزرگانشون همیشه معترف است بر این که مجاهدین یکی از مسائل اعتقادیش این است که به عنوان یک مجاهد در کشور باید کاری بکند که جامعیت کار به عنوان حکومت زیر سوال نرود. و ما ایرم خواهشمندیم از مسئولین محترم وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر تا با تفاهم بیشتر با علمای اهل تشیع مخصوصا در غرب کابل و شرق کابل و سایر که مناطقی که مردمان اهل تشیع در آنجا وجود دارد، این تفاهم به وجود بیاید و یک تصامیم مشترک به وجود بیاید. و همونطوری که جناب آقای فاضل‌زاده گفتن، اگر امکانش باشد و مصلحت ایجاب کند واگذار کنن بحث اصلاحات بدحجابی را و مبارزه با بدحجابی و سایر منکرات را در این نواحی و در این مناطق به علما، بلکه در سایر مناطق، بحث شیعه و سنی نیست، علما باید در متن بیاید. فرق امارت با جمهوریت در موارد زیاد از جمله در مورد احترام به عزت و شرف و کیان و خط علماست. در او زمان اگر عالمی تون صحبت میکرد انتقاد میکرد، اگر شیعه بود فوراً به پیشانیش مهری میزد که ای اجنت ایران است. اگر سنی بود میگفتی از پاکستان است، جاسوس است، تروریست است. در حالی که یک عالم دین وظیفه دارد باید دستورات شریعت پوست کنده بگوید. و ما این حق را به خودم میدهیم و امارت اسلامی هم حتما این حق را به علما داده که گاهی که در مواردی از اعضای امارت کوتاهی میشه، اشتباهی میشه، یا خدای نخواسته یک حرکتی که تعمدم در کار باشه باید انتقاد صورت بگیرد. خفه کردن صدای اعتراض کار درستی نیست. در محضر صحابه شخصی آمد از گریبان پیغمبر گرفت، یهودی، گفتو از من قرضدار است. خب میخواستن او رو به قتل برسانن. یک جای دیگر نماز دیر شد، صحابه منتظر چرا امروز رسول الله نمی آید، از این کوچه به آن کوچه، صدر اسلام بود، ترسیدن به پیغمبر اسلام ضرر نرسانده باشند، آمد دید کسی گریبان رسول الله را گرفته، پیغمبرم با کمال متانت و تواضع صبر کرده به این حالت. گفتن چی است؟ گفت از من چند درهمی مقروض و بدهکار است. خب گفتن ما میدیم. بعضی ها قصد کشتنش رو کردن، رسول الله همه را منع کرد. گفت حق داره. اینجا بود که خود را به پای پیغمبر انداخت، گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. ما در تورات، در انجیل، در کتب آسمانی شنیده بودم که پیغمبر نازنین اسلام یک آدمی است که اصلا صبرش، متانتش، وقارش، تواضع و فروتنیش به درجه بسیار بالاست. اکنون یقین کردم که او آدمی که تورات خبر داده بود تو هستی یا رسول الله. و در اسلام هم همین طور است. در محضر خلفای راشدین می آمدن انتقادات بسیار تون مطرح می کردن. اونا صبر می کردن، اجازه نمی دادن کسی با شمشیر گردن اونا رو بزنه یا زندان کنن. به این جهت میریم طرف جنبندی. تمام جان مطلب مولوی صاحبای بزرگوار، مسئولین محترم امر بالمعروف، امروزی بود که ما تقاضای ما این است که در یک مدت معینی که در سایر جلسات بعدی که از طرف مجمع علما و متنفذین برگزار خواهد شد و انشاءالله مسئولین محترم هم دعوت خواهد شد، این موضوع را تفویض و واگذار کنید به علمای محترم در و ائمه مساجد در مناطق مختلف این مرز و بوم تا انشاءالله اصلاحات با تفاهم وکلای گذر و مسفیدا به وجود بیاید. منکرات جاری در جامعه تنها بدحجابی نیست. نکته بسیار مهم این است که دشمن در تلاش است تا این وضعیت
و وجود آمده را دوباره خراب کند. رسانه هایی که با اتهامات عجیب میخواهد که بچسب بار دیگر به جان مردم و این وضعیت برهم بزند، با اینا مبارزه سالم صورت بگیرد. وظیفه علماست تا اینا را بازگو کنند و هر قدر که تفاهم بیشتر شود، صحبت بیشتر شود، موارد مشکوک و موارد مبهم برداشته خواهد شد. لذا ما خواهان تفاهم، خواهان جلسات متعدد، خواهان نشست‌های مختلف در رابطه با مبارزه با منکرات و بست و نشر معروف و معارف اسلامی و اهل بیتی در جامعه هستیم. ما بیشتر از این مزاحم اوقات شریف شما نمیشم. در خاتمه یک بار دیگر تأکید میکنم این که امیدواریم که به زودی تفاهم و تعامل بیشتر از حد انتظار ایجاد شود تا شکاف‌های عمیقی که در تلاشن یک عده که بین حکومت و ملت ایجاد شود ای برداشته شود. و از طرف هم باید به سجایای اخلاقی، روشهای عنعنوی و عرفهای مردمی هم احترام گذاشته شود و این تقاضای ما از امارت اسلامی است. ما چند روزی است از یک سفر آمدیم و خوب شد که بحث شد که این گبا دروغ بوده، و اگر این گبا خدای نخواسته چند موردش هم راست می بود، تحلیل و توجیه از این بسیار سخت بود که مسئولین امارت اسلامی مخصوصا امر بالمعروف، خب مرد و پلیس مرد بیای خانوم دستگیر کنه یا اینا رو به جای نامعلوم انتقال کنه، باورش سخت. و خوب شد که بیان شد و موشکافی شد که اینا توطئه ها بوده، و اگر نباشد خدای نخواسته تحلیل و توجیه مسئله بسیار سخته و در هیچ توجیهی نمی گنجد که مرد نامحرم بیای زن نامحرم بگیره، او مزادرس امر بالمعروف و هم به جای نامعلوم انتقال بدهند و بعد مثلا شب گذاشته شود، ساعات زیادی از او بگذرد، وارثینش خبر نباشد که او کجا رفته. اما طوری که صحبت ها را بعدا شنیدیم که اساس و پایه نداشته. ما تحقیقات زیادی در این 4 روز کردیم، بین علما، مسفیدا، وکیل صاحبا، وکلای گذر گشتیم و پرسیدیم، گفت ما به چشم خود چیزی ندیدیم ولی شنیدیم. این شنیدن ها باید تحقیق شود دوستا، بازم اگر مواردی کسی مستند باشه. طوری که مسئولین محترم وزارت امر به معروف گفتن، مسئولین امارت اسلامی گفتن، اگر مواردی بود شما مستند بیارید تا عاملینش طبق شریعت و طبق قانون امارت و دستورات شریعت به پنجه قانون سپرده شود. تو با کدام حق، تو با کدام جرأت میایی ناموس مسلمان مرد دستگیر میکنی یا به جای نامعلوم انتقال میدی؟ از کجا هستی و هدفت چیست؟ اینا باید مشکافی شود، تحقیق شود که ممکن دشمن از آدرس امر به معروف، از آدرس امارت رخ نکنه و خدای نخواسته تلاش کنه تا مفاسدی ایجاد کنه که او وقت دیگه حوصله مردم سر بره. از این خاطر در خاتمه تقاضای ما ای است که علمای اعلام بدون تحقیق یک چیز در منبر نگویید، جوانای عزیز بدون تحقیق یک چیز در فیسبوک پست نکنید. اول ده و چانمونگا مننه وکو چه دا غنده برابر کرده او ده تای زمینه برابر کرده ده دا سی غنده چی دی او دا سی مجلسونه او دا سی محفلونه مونگا ده تا حرکله کهو مونگا دا غا مجلسونه تا دیر زیاد خوشحالی و خصوصا چه پر رأس که علمای کرام بی زکا علمای کرام محترم رونو په امت کې او په امت باندې خیرخوا خلک او زړسوان خلک چې دا علما دي، ځکه یو لوی منصب الله سبحانه وتعالی دی ولا ورکړی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړی چې د علما وارثان، د انبیا وارثان هغه علما دي. محترمو محترمو مسلمانانو، په دغه ورځو کې مونږ و تاسو ټول خبر یو، مونږ و تاسو اکثره هغه خلک یو چې رسنۍ تعقیبوو او هغه مجازي نړۍ ته ننوځو او دغه صفحات او دغه شیان مونږ ګورو، خاص کر د هغه خلکو صفحات چې هغه د میډیا او رسنۍ دیو سره چې تعلق لري. دیو په دې رسنیو کې ډېره زیاته غوغا شروع کړې ده او ډېرې ناشنا ناشنا خبرې وړاندې کوي. داسې خبرې وړاندې کوي محترم ورونو چې هغې سره نظام بدنامیږي، هغې سره مسلمان بدنامیږي، هغې سره علما بدنامیږي. مخکې رئیس صاحب وویل دا هغه مسله ده چې د مسلمان او د کافر په منځ کې فرق ده. دا داسې مسله ده، دا وړه مسله نه ده محترم ورونو.
خب بینان زستا سو پدرانه حضور که یوسو خبری وړاندې کوم، وختم کم ده ناظم سیم، وختم لگ را کړه. اول قدم که محترم ورونو مونږ تاسو باید حجاب پیژنو. حجاب څه ده وای؟ حجاب دې ته وای محترم ورونو، شرعي حجاب هغه دې ته وای چې دې زنانه ټول بدن هغه پټ وي. یو خبره پکې ده، او بل دا ده چې دا کم حجاب چې ده دا نری نه وي، داسې نه چې د بهر نه دننه اندامونه ښکاره شي. او بله خبره دا ده چې دا حجاب به چسب نه وي، دا به آزادي. دغه حجاب دا صحیح حجاب ده. او بله خبره محترم ورونو، د حجاب حکم څه ده؟ مخکې علماو دا خبره وکړه چې حجاب چې ده دا کله نه شروع شوی، داسې نوې خبره ده، دا د یو عالم خبره ده، دا د امیر المؤمنین خبره ده، دا د امارت اسلامي خبره ده، نه دا د رب العالمین خبره ده. محترم ورونو، دا الله سبحانه وتعالی په هغه کتاب کې ویلي چې زموږ ستاسو ټولو په دې عقیده ده. زموږ ستاسو د ټولو کتاب یو دی او که نه؟ کتاب هم یو دی که نه؟ امقه کتاب کې الله سبحانه وتعالی د حجاب مسله ذکر کړی ده. امقه کتاب کې کم کتاب چې موږ ستاسو په دې لاسونو کې د موږ د هغې تلاوت کوو، علما د هغې ترجمه کوي. حجاب محترم ورونو دا فر الهي فریضه ده، دا الله سبحانه وتعالی په موږ تاسو فرق کړی ده. او بل خبره محترم ورونو، حجاب چې ده، حجاب په کومو مواردو کې باید دا مراعات شي؟ په کومو ځایونو کې دا حجاب مراعات شي؟ در کدام جاها حجاب مراعات شوه؟ باید حجاب کوم ځای کې موږ وکړو؟ حجاب په هغه ځای کې مراعات کول دي چې هغه د دې زنانه محرم نه وي، هغې نه د دې حجاب فرض ده. هغه محارم چې هغه الله سبحانه وتعالی قرآن کې ذکر کړي، بس هغه دې ته محرم ده شرعي. دې نه آخوا ټولو ته د دې زینت او ډلې ډولي ځایونه دا ښکاره کول دا نه دي جایز. او بل خبره د مسلمانانو نه زمونږ توقع څه ده د حجاب په مراعاتولو کې؟ د مسلمانانو نه زمونږ توقع هغه دا ده، محترم ورونو، هر څوک خپل کور کې دا خبر وکړي خپل اولاد ته، هر څوک چې د دې ماتحت دي. ځکه مسلمان چې د هر مسلمان هغه مسؤول ده. مسؤول یوازې دا نه ده چې هغه په دولت کې وظیفه لري، نه، هر څوک د خپل کور او د خپل ماتحت افرادو مسؤول ده. دې نه به الله پوښتنه کوي، هغو ته دې دا توصیه وکړي خپلو لوڼو ته، خپلو خویندو ته، خپلو بیبیانو ته، چې دا حجاب چې دا ځان باندې فرض کا، دا د الله الهي فریضه ده. که چېرته دغه شانته حجاب چې شرعي حجاب یې هغه مراعات نه شي، د هغې لحاظ وسنه ونه ساتل شي، ګوره دغه زنانه چې دی الله سبحانه وتعالی سزا ورکوي د دې په وجه باندې. او بله خبره محترم ورونو، دا هغه خبره ده چې نن سبا په دې میډیا کې چلیږي، د محترمو د محتسبینو برخورد خلکو سره څنګه کیږي؟ آیا دا وهل کیږي؟ دا ټکول کیږي؟ آیا دا یو نامعلوم ځای ته وړل کیږي؟ رسنیو کې خو به تاسو لیدلی که نه چې مجاهدینو زنانه نیسي او نامعلوم ځای ته وړي. سبحانه وتعالی، سبحان الله، دا څومره ناشنا خبره ده، دا څومره غلطه خبره ده. زمونږ برخورد یو سره دا ده چې محتسبینو سره پولیس زنانه وي، هغه پولیس زنانه دغه بې حجابه زنانه نیسي او موټر یې ټک دي، موټر کې کینی، حوزه ته وړي. حوزه کې هغې باندې یو ورځ شپه هم نه تېروي، فقط یو ساعت دومره وخت تېروي چې حوزه ته د هغې ورسه ورسیږي او د ورسه نه د هغې ضمانت واخلي. هر څوک چې دغه خبره کوي چې زنانه یې نامعلوم ځای ته وړی، دا دې ثابت کړي چې یو محتسب دا کار کړی، امر بالمعروف والا دا کار کړی وي، نو هغه به انشاءالله د ټولو مخې ته به هغه محکوم شي، هغې له به سزا ورکول کیږي. دا غلطه خبره ده. هر یو حوزه کې د هغه ضمانتونه دا پراته دي. تاسو لاړ شئ هلته، داسې یو څوک راوړل شوی چې بیرته کور ته نه یي تلی، هغه موږ ته وښیوئ تاسو داسې څوک دي. د خلکو پروپاګاندو، د خلکو په دغه ناشنا خبرو باندې مه دوکه کوئ. محترم ورونو، تاسو خو هوښیار خلک یئ، تاسو عقلا یئ، تاسو له الله سبحانه وتعالی عقل درکړی، دا عقل دا صحیح ځای کې وکاروئ. دا عقل موږ تاسو کوم ځای له ساتلی؟
بل محترم رونو دی خلکو نه زمونږ توقع بل دا ده چې مونږ سره باید مرسته وکړي په دغه کارونو کې. محدو علما وویل چې دا نظام دا صرف په دغه کارمندانو باندې نظام نشي کیدلی، نظام په دې ملت باندې دا نظام ده، ملت باندې. او بله خبره، علما کرام زمونږ د علما کرامو نه څه غوښتنه ده؟ د علما کرامو نه زمونږ دا غوښتنه د محترم ورونو کې په ټولنه کې علما ډیر لوی رول لري. علما دې په مساجدو کې، په مدارسو کې، په نورو ځایونو چې کله دې ولم فرصت برابرېږي دغه وینا دې وکړي حجاب باره کې محترم ورونو، چې حجاب دا دې باید مراعات شي، حجاب دې ورته وستایل شي، د حجاب صفات دې ورته بیان شي، د حجاب اهمیت دا دې ورته ستاینه وشي، چې حجاب ښه شی ده، دې کې د دې عفت ده، د دې عزت ده. محترم ورونو، بله خبره، زمونږ توقع د رسنیو نه، رسنۍ والا میډیا والا رسانه ها، دغه رسنۍ چې دي محترم ورونو، کومې رسنۍ چې بې بنیاده خبره هغه نشروي، دین الله سبحانه وتعالی به د دغه خبرې پوښتنه کوي. ځکه الله مونږ ته قرآن کې وایي چې ای مؤمنانو، کله چې تاسو ته یو څو خبره راوړي دي، هغې تبیون کوئ، د هغې تحقیق کوئ. ته خبرنگار یې، ته جورنالیست یې. جورنالیست چند سال درس میگه مولوی صاحب؟ تقریبا 4 سال درس میگه. څلور کاله ته درس وای، او ته په یو خبره کې تحقیق نشي کولی. تا باندې د جورنالیست صفت ده، جورنالیست هغه ده چې د دنیا حالات څېړي. آیا ته دومره نشې څېړلی چې دلته دا کار شوی، دا څنګه شوی؟ جورنالیست هغه څوک ده چې د دنیا د خلکو حالات څېړي، کتابونه لیکي، دا خو لیکوالی کنه، ته خو تصنیفات کوې، ته خبرې لیکې، ستا خو د دنیا خلکو سره تعلقات دي. ته دومره یو موضوع دلته ستا مخې ته کېږي، د هغې څېړنه نشي کولی. بې بنیاده خبره هلته اوچته. نه محترم ورونو، دا مسلمانه ټولنه ده، دا با حیا ټولنه ده، دا با عفته ټولنه ده. ته جورنالیست، ته چې کله دا خبره او بې بنیاده خبره، بې بنسټه خبره ته رسنۍ ته اوچته، ته د خلکو حیا خرابه، د خلکو عفت، د خلکو عزت ته خرابه. دغه وظیفه چې تاله الله تعالی تا ته میسر کړې ده، دې نه ښه فایده واخله. هر څوک چې په یو دنده باندې ګمارل کېږي محترم ورونو، د هغې دندې صحیح دغه ادا کی، صحیح مسئولیت ادا کی، د دغه دندې او د دغه چوکۍ الله تعالی تا نه پوښتنه کوي. که چېرته اوس ته یو ځای کې ګرځې، مزې کې، چرچې کې، آیا ته قبر نه لرې؟ تا ته قبر نه یادیږي، تا ته آخرت نه یادیږي، تا ته حق حالت نه یادیږي چې الله تعالی به تا ودروي او تا نه پوښتنه وکړي چې ته د خلکو بې حیايي ولې کوې. مسلمانانو محترم ورونو، دا صفت مونږ او تاسو باید ټول ځان کې راولو چې هر ځای کې یو کار کېږي هغه پټ وساتل شي. ځکه دا د رسول الله حدیث ده، من ستره مسلما ستره الله یوم القیامه. چا چې په یو مسلمان پرده واچول، الله به قیامت پر ورځ تا باندې پرده اچوي. ته چې په دنیا کې په مسلمان باندې پرده نه اچوي، الله قیامت پر ورځ تا باندې سره پرده نه اچوي. ټول خلایقو ته به الله تعالی تا وشرمی. ولې؟ ځکه دنیا کې ته مسلمانان شرمې خلکو ته. محترم ورونو، خبرې اوږدې شوې، که چېرته یو سخت خبر شوی تاسو نه بخنه غواړم. اقول قولی هذا، استغفر الله لی ولکم ولسایر المسلمین، واستغفروه انه لید نیوز، جایگاه خبرهای متفاوت.